نه در زندان گوهر داشت بلکه در زندان اوین اعدام شدند و مصاحبه از خود شما رو هم با سازمان عدالت برای ایران نشون دادند. میتونید در این باره بیشتر برای ما توضیح بدید؟ درسته، این صحبتی که من با عدالت برای ایران کردم در واقع صحبت های تقریبا یک ساعت نیم، شاید هم بیشتر دو ساعته بود. تیکه هایی از اونو دوستانی که برنامه داشتن اینو گذاشته بودن، قسمتی که حالا اینجا دادگاه نشون دادن. آخرین ملاقاتی که ما با عادل داشتیم در واقع گوهردشت بود، گوهردشتی که سال 1366 یک بندی از اوین که عادل هم در اون بند بود انتقال دادن به گوهردشت. ما آخرین ملاقاتمون هم گوهردشت بود، ولی اعدام ها رو در اوین به ما جواب میداد که ما اوین مراجعه میکردیم، چون گوهردشت دیگه کاملا بسته شده بود، جواب نمیدادن. ما اوین مراجعه، امکان داره که من اونجا چون در اوین به ما خبر دادم و برادرم که رفت بعد از اینکه به من گفتن که برادرتون بیاد ساکشو میدیم بهش، و آخرین بار برادرم رفت 3 ساعتم بازجویی در اوین کردن ازش که اونجا خبرشو دادن به ما. من فکر میکنم که این مسئله بوده که در اونجا ضمن صحبتهای من عدالت برای ایران کرده و اون تیکه پخش شده. در کل روند امروز رو چطور میدیدید در دادگاه؟ خب طبیعی بود از نظر من. بالاخره یه تضادایی بین صحبتهای همه شاهدین و شاکیان، وکلای نوری، حمید نوری در بیارم و بتونن دفاعیات از حمید نوری رو به یه شکلی روند دادگاه رو پیش ببرن که شاید بتونن حکمی که بهش تعلق خواهد گرفت یا تخفیف بدن یا اینکه یک مانوری داده باشن روی این پرونده. روی این است به نظر من طبیعی بود، هرچند برای ما سخته این دورانی که به این شکل داره میگذره، خب تجدید یه سری مسائلی که واقعا خیلی سخته. دوستان دیگر هم همینطور تناقضایی به یه شکلی در آوردن، نمیدونم وصیت نامه ندارن اینا، جاشون اعدام شده ها رو نمیدونیم کجا هستش، به چه شکلی هستش، اینا گفته نمیشه، ولی تونستن از صحبتهای ما یک نکته هایی رو بکشن بیرون دیگه. ولی روند دادگاه به نظر من خوب پیش میره، حالا ببینیم بعدا چه تصمیماتی گرفته بشه. خیلی ممنونم از شما. خواهش میکنم.